سلام به همه. انگ اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در مقابله با کرونا ویروس. منظور از انگ اجتماعی در اینجا هر گونه رفتار تبعیض‌آمیز، توهین‌آمیز و توأم با انتقال احساسات منفی به ادبیات ناخوشایند برای گروهی از افراد است. به طور کلی این گروه از افراد جامعه در دو دسته تعریف می‌گردند. افرادی که متعلق به شهرها یا کشورهایی با شیوع بالاتر کرونا هستند و یا شیوع ویروس از آنجا بوده است. افراد مشکوک، مبتلا، بهبود یافته یا خانواده آنها. برخی رفتارهای نشانگر انگ اجتماعی. رفتارهای پرخاشگرانه و دوری گزینی افراد جامعه از افراد مبتلا یا بهبود یافته. اتهام عدم رعایت نکات بهداشتی. عدم پذیرش یا تبعیض در مورد افراد بهبود یافته. تعمیم رفتار غیر بهداشتی بعضی افراد بی‌مبالات به سایرین. ترس افراطی جامعه از ناقل بودن برخی از اهالی شهرهای خاص. عدم ارائه خدمات مناسب در جامعه به افراد مشکوک یا دارای انگ اجتماعی. مسئولیت شهروندی در برابر انگ اجتماعی. بپذیریم که هیچ کس دوست نداشته و ندارد که باعث شیوع این بیماری شود. سرعت شیوع این پدیده به قدری بالا بوده است که بسیاری از افراد حتی فرصت فکر کردن و کسب اطلاعات صحیح در مورد آن نداشتند. شواهد نشان می‌دهد شیوع کرونا در برخی کشورها بدون هیچ گونه ارتباط با کشورهای آلوده اتفاق افتاده است. بیشترین آسیب از شیوع کرونا را افرادی دیدند که به آنها انگ اجتماعی زده می‌شود. بسیاری از آنها عزیزان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند و حتی فرصتی برای سوگواری به روش‌های رایج نداشتند. تصاویر، فیلم‌ها یا مطالبی که منجر به ترویج انگ اجتماعی یا رفتارهای تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز به افراد جامعه می‌شود را نشر ندهیم. در این شرایط سخت، یکدیگر را مورد حمایت و همدلی قرار دهیم. تمرکزمان را بر حمایت از گروه‌های آسیب دیده و آسیب‌پذیر بگذاریم. هوشیار باشیم. این اپیدمی جهانی نیز توسط بشر کنترل خواهد شد. آنچه مهم است عملکرد ما در قبال یکدیگر است که در تاریخ ثبت خواهد شد. Thank you.